جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او امروز در دور تازه مذاکرات حسوی در ژنو سعی خواهند کرد تا بر اختلاف نظرهایشان فایق آیند. هر دو جانب در صدد آنند تا قبل از پایان میعاد 31 مارچ روی اساسات سیاسی یک موافقتنامه توافق کنند. رسانه های ایران گزارش می دهند که در این مذاکرات حسین فریدون یک دستیار نزدیک و برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز حضور خواهد داشت. در این مذاکرات برای نخستین بار ارنست مونز وزیر انرژی ایالات متحده نیز سهیم می باشد. او پس از آن به شرکت در این نشست توافق کرد که از جانب ایران علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی آن کشور از اشتراکش در مذاکرات خبر داد. وزیر خارجه امریکا به روز شنبه در لندن گفت که حضور مانز وزیر انرژی امریکا در این مذاکرات نشان دهنده آن است که گفتگوها وارد مرحله تکنیکی شده، اما به این معنا نیست که تاکنون بر کدام نکته تصمیم گرفته شده باشد. هنوزم اختلافات بزرگی وجود دارد. هنوزم راهی باقی است. و در مورد ضرب الاجل باید بگویم که رئیس جمهور اوباما هیچ تمایلی به تمدید این مذاکرات فراتر از مدت زمان تعیین شده آن ندارد. آقای کری گفت در این دوره مذاکرات نیت حقیقی ایران واضح خواهد شد. یک گروه متحد 5+1 برای نایل آمدن به اهداف ما نظریه های مبتکرانه ای را طرح کرده است و اکنون ما در خواهیم یافت که آیا ایران قادر خواهد بود تا همان گونه که در الفاظ می گوید در عمل نشان دهد که برنامه اتمیش کاملا صلح‌آمیز است یا خیر. وزیر خارجه ایران پس از دیدار امروزش با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده فردا دوشنبه با نمایندگان گروه 5+1 ملاقات خواهد کرد. مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 که شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین می شود، در یک مرحله حساسی رسیده، ولی هنوز هم برخی اختلافات باقی است که عمدتاً راجع به فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران و سرعت برداشتن تحریمات از آن کشور می باشد. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.